هشی آینه رو ول کن توی این موقعیت. ببخشید. نیستش. نیست؟ جست نه 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 اصلا آب شده رفته زیر زمین. لای کتاب رو میگردی؟ چه میدونم گفتم شاید فلش دستم بوده افتاده لای کتاب. تو اصلا کنار کتاب رد میشی که حالا فلش بخواد بیفته اونجا. کجا داری میری خشی؟ خودم شاید اینجا افتاده باشه. پس چرا از این ور نگاه نمی کنی؟ بابا سرتو بیار پایین. ای وای سرتو بیار پایین رد میشی. وای از دست تو. وای از دست تو. پیدا شو. آره دو دقیقه تو آروم باش. دو دقیقه تو آروم باش. برو کنار. برو کنار. برو کنار. برو کنار. برو کنار. اینو چی کارت خشک؟ برو کنار آقا برو کنار. برو کنار. خشک چی کار میکنی؟ گفتم شاید افتاده باشه رو زمین این انعکاس نور بیفته روش. چرا خونه رو چی شکلی میکنی؟ چیکار کنم خب نیستش دیگه خانم. خشک پیداش کن. وای نیست که نیست نه؟ نه دیگه. چیپس رو میگردی؟ گفتم شاید دستم بوده. داشتم چیپس میخوردم افتاده توی چیپس. پیداش کردم. اونو بلندش کن. باور کن همه جا رو گشتم. چرا به وسایل من دست میزنی؟ من نگفتم به تو این امانت ستاره است؟ خب چیکار کنم؟ یه رفعه منم گرفتم دستم. یه رفعه چی میدونم دستم افتاد. نمیدونم کجا افتاد. چیکارش بکنم؟ برو در باز کن. کیه؟ علی سلام. حال شما خوبه؟ خوب هستین بهناز جون؟ خوبه؟ ممنون. ببخشید معذرت می‌خوام، یه کاری برام پیش اومده، بعد برم کرج. دخترم کلید نداره، شب میاد. میشه زحمت بکشین کلیدو بدین بهناز جون بهشون بدن؟ فقط ببخشید من زیر قضا روشنه. اگه امکان داره بهناز جون بگین یکی دو ساعت دیگه یه سر بزنه. حتما. اصلا به بهناز میام که اصلا زیر قضا رو اگه جا نیفتاده همش بکنه که خوب جا بیفته. دست شما درد نکنه. ممنون. سلام برسونین. خدا نگهدار. میدونی بهناز بعضی موقع به خودم میبالم. جدی میگم که اینقدر امین این شهرکم، هر کس هر کاری داره میاد به من میسپاره. طرف تو این مؤسسات خیریه میخواد کمک کنه، میاد میگه که تو این کار انجام بده. جدی میگم، طرف کلید خونش رو سپرده دست من، میگه برو به غذای خونه من سر بزن نسوزه. این یعنی چی؟ یعنی افتخار. خوش به حال تو که همچین شوهری داری. جدی میگم واقعا خوش به حال من. شنیدم حرفاتونو. کلید رد کن بیاد تا نرفته پیش فلش. دست شغل در نکنه دیگه. یعنی من اینقدر حواس پرتم؟ الان از جلو چشم دور شو خشی، واقعا نمیتونم ببینمت. خشایار تو حواس پرتی و جا گذاشتن کلید، کیف، مدارک و غیره استاد. برو از جلو چشم. جانم جانم آخ جانم جانم سنگ ناموست کو جانم ناموست جانم سنگ من هنوز مجردم، متعهد نشدم متاسفانه. منظورم اسلحته. اسلحت کو دستتو بنداز خان. بچش جانم سنگ من اسلحه گوشم تو کمد درشم بستم وارم خدمت شما. جای ناموس توی کمد نیست جانم سنگ. من درش دستتو بنداز. من درشو قفل کردم قشنگ که دست هیچ کسی بهش نرسه. به هر حال ما باید ازش محافظت بکنیم دیگه. حالا که اضافه خدمت گرفتی میفهمی که جای اسلحه کجاست. خواهش می‌کنم دستتو بنداز. خواهش می‌کنم به من اضافه خدمت دستتو بنداز. چش جانم سنگ به من اضافه خدمت ندین. من باور کنید الان سال‌هاست توی پادگان دارم خدمت می‌کنم. از اون موقعی که شما استوار بودید من توی این پادگان خدمت کردم. الان مشاور سرهنگ دو این من بازم دارم توی این پادگان خدمت می‌کنم. دیگه پیر شدم. زیاده گویی می‌کنی. اینجوری که بشونی تا آخر عمرت توی این پادگان می‌مونی. خواهش می‌کنم جناب سر من عفو کنید. من به شمارش من بله به شمارش من 200 بشین پاشو. چشم من بشی. اجازه بدید دستتو من داد. اجازه بدید من بهتون بگم. من روی برجک بودم، گربه دنبالم کرد، اومدم فرار بکنم، از رو پله‌های برجک افتادم پایین. من جفت پاهام و کتفم درد میکنه، باور کنید. از خانه بازی در نیار، زیاده گویی هم نکن. بشی بشی پاشو. خواهش بشید پاشو. من موافقت هستم. پاشو بشید. من پاشو بشید. من نمیتونم پاشو. من عف کنی این چی جام سنگ این بشین بشین پاشو. پاشو من سنی ازم گذشته جام سنگ. پاشو موی سفید. حواس پرتی خشایار بعضی وقتا دیگه دو اندازه نداره. خانم عرض تملق عرض چاپلوسی دست شما در نکنه. خیلی زحمت کشیدید. خدا نگهدارت. آقا
جانم برگه ترکیز. آقا چی کار میکنی؟ آقای شکر همه اینا رو ریختیم به هم. خواهی میکنم ببخشید. برگه ترخیص. برگه ترخیص نمیدونم الان کجا گذاشتم. پیدا کنید بدید. برگه ترخیص. برگه ترخیص. اینه. بله بفرمایید. دست شما درد نکنه. ممنون خدا نگهدار. آقا تشریف بیاری. فیش کسبی حساب. چرا من باید تشریف حساب کنم خانم؟ چپ میرم راست میرم باید پول بدم. میرم میگم سلام علیکم میگه 700000 تومان علیکم سلام. این یعنی چی؟ من دارم دیگه چند بار باید بدم؟ الان تموم شد. بله. حساب کردین بدید فیششو. خانم خب فیشش من نمیدونم کجا گذاشتم. لباسو دست داده بده به من دیگه مطرح. شما در نکنه خونه نگهدار. آقا جانم بله. رضایت نامه‌رم بدین تموم شو تشریف ببرید. رضایت نامه میدونین من چند سال پیش رضایت نامه امضا کردم؟ 15 سال پیش من می‌خواستم برم اردو. مادر من رضایتمو نامه نمی‌کرد. امضا نمی‌کرد. بله. بعد رفتم با هزار بدبختی گفتم امضا کن امضا نکن. من خودم امضا کردم به جای اون. بلند رفتم اردو گم شدم. پلیس منو پیدا کرد. آوا اصلا یه داستانی شد. الان رضایت نامه رو میدیم. خانم بسه 15 سال پیش بود. رضایت نامه عمل آقا. مگه عملش کردم؟ تموم کردم. تموم کرد؟ آقا عملو تموم کردم. آها عمل تموم شد. بله حالشون خوبه بخشن. رضایت نامه نمیدونم کجا گوش این الان رضایت نامه مگه نیست؟ دست شما در نکنه. عرض تملق، عرض چاپلوسی، خدا نگهدارت. خلاص. همراه بیمار مددی به اطلاعات. سلام. خوبی؟ ببخشین یه آقایی یکم حواس پرتن، صورتشون مثل تمساح یه ذره دندونای یه حالتی دارن، نیومدن اینجا کار تصفیه حساب من انجام بدن. همسرم هستن. همسرتونم؟ بله دیدمشون. رفتن؟ بله رفتن. یعنی منو با خودشون نبردن؟ ظاهرا که اینطوره. مشکلی نیست، پیش میاد. یادشون رفته. خانم مرخص شدی نه اینجا. آه عزیزم همه محترم وقت ملاقات به اسمام رسید. خانم من دیگه دارم میرم. کجا؟ کار دارم. چی کار داری؟ شک داری؟ نه سوال دارم. حتی باید توضیح بدم؟ بله باید خانم باید اول برم بانک کل این گردش مالی ببینم، چکامو ببینم. خانم کلی کار سر من ریخته. برشم برم جلسه، برشم برم شبکه، کلی کار دارم، عجلم دارم. فقط خانم وقتی من برگشتم این چای من آماده باشه، قضا هم اگر ممکن. مسخره کردی؟ نه مسخره کردی؟ نه مسخره کردی دیگه. خندم گرفت. برو خشی دعا کنی فلشی پیدا شه. برو چجوری اومدی تو؟ در باز بود اومدم تو دیگه. تو اینجا چیکار میکنی؟ پس باید کجا باشم الان؟ ما یک ساعت دیگه جلو بانک با هم قرار گذاشتیم. خب میخوای بلند شم برم جلو در بانک؟ تو یه ساعت دیگه بیا اونجا دنبالم. نه نمیخواد. خب بابا من باید برم شبکه کار دارم. گفتم برم اونجا کارامو انجام بدم، زود میام جلو بانک تو رو میبینم دیگه. بلند شدی اومدی اینجا؟ برام چرا انقدر گیر میدی؟ خب الان اومدم پیشت دیگه. الان اومدم کمکت کنم. بد کردم؟ تو کمک؟ بیا این مدارک تو بگیر، مثلا خیالم راحت شه. بیا تو سری کرفم میکنی. آقا چرا این کار رو داری میکنی؟ جلوی زنت منو کرف میکنی، جلوی زنم منو کرف میکنی، جلوی بچت منو کرف میکنی. آقا این چه اوضاعیه تو درست کردی؟ من دوستت دارم خشایار. آقا من نخوام تو منو دوست داشته باشی بعد چیکار بکنم؟ تا هر وقت تنها میشی منو دوست داری؟ یه دیره چایی میدارم بخورم بابا. ندارم. ببین چی کار داری میکنی؟ امروز صحبت نیمده، از دستش خلاص شدم، دارم نفس میکشم، گیر تو افتادم. باشه بیا با هم بریم شبکه، ولی یه وقت نمیخوام. نمیخوای چی؟ نه چی خب بگو دیگه. نمیخوای چی؟ هیچی. آقا چرا حرفتو میخوری؟ نمیخوای چی؟ نمیخوام که اون بفهمه تو دوماده مایی. من چمه؟ هیچی. همینجوری برای احتیاط گفتم. یه موقع یه چیزی میگی چه میدونم. باشه آقا من اصلا اونجا حرفی نمیزنم، هیچ حرفی نمیزنم. یه چایی بدم بخورم. زیرش خاموشه. گفتم که دارم میرم شبکه. حالا چیه چای لازم شدی انقدر؟ بابا از صبح چایی نخوردم، خب سرم درد گرفته دیگه. ایشالله که مال سردرد باشه. یا فقط برام الان که داریم میریم اونجا باشه، من این حرفی نمیزنم، فقط این کیفتو بده دست من باشه. برای چی؟ چون که وقتی میرم یه جایی دوست دارم یه چیزی دستم باشه. اینجوری معذبم وقتی دست خالی میرم. خب یه چیزی میدم دستت. خب چی مثلا؟ لپتاپ خوبه؟ لپتاپ میخوام چه لپتاپ بذارم زیر بغلم بلند شم بیام اونجا. گوشی؟ گوشی که خودم دارم که.
کت؟ کت میخوام چیکار؟ من از کت به من میاد؟ کیف چطوره؟ خب از اون اول دارم میگم کیفت رو بده من نگردارم دیگه. باشه بری. من اونجا هیچ حرفی نزنم؟ نه دیگه. مثلا نمیام که لطف کنی یه چایی اگه ممکنه بده. باشه. اصلا نه یو بالا. نه 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 نه, 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 نه آقا حرف نمیزنم چشم. بریم دیگه. حرف نمیزنم. بریم. حتما تا الان متوجه شدین چرا مدارک حشایار دست منه. بله بله. من پیگیر حامی مالی هستم. نگران نباش. سلام ارادت. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. عرض تملق، عرض چاپلوسی، عرض ارادت دارم خدمت شما. بنده به نوبه خودم انتصاب شما رو به عنوان مدیر اینجا تبریک میگم. واقعا که برازنده و لایق شماست. امیدوارم که سرفراز و پاینده باشی. آسیم چایی مهلوری؟ دست شما درد کنه. اتفاقا من صبح سردردم داشتم به خاطر نخوردن چایی. ممنون میشم. متشکرم. امرتون بفرمایید. بنده می‌خواستم که بگم این پست واقعا برازنده شماست. خدمت شما آقای رئیس، قسط آخر من و کار قبلی که انجام دادم تلویزیون به من نداده. عجب. و اینکه هیچ سفارش کار جدیدی هم به من نمیدن. عجب. البته آقای رئیس من باید خدمتتون عرض بشم که آقا بهرام برادرزاده، یعنی که برادرزن منن. برادرزنتون؟ بله 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 برادرزن من هستن. بسیار هم پسر خوبیه. ماشاءالله. واقعا میگم حالا اگر این موقع کاری کردن، شیطنتی کردن، قصوری کردن، شما دیگه بذارید روی جوونی ایشون. اشتباه کردن، بیجا کردن، شما ببخشید ایشون، اخراجش نکنید خواهشاً. مگه مدرسه است اخراج کردن؟ چه بامزنی شما. آقای رئیس من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که البته من شرمنده‌ام، هم شرمنده تلویزیون شدم با این کار آخرم، هم شرمنده عوامل کارم. ولی قول میدم اگه یک سفارش جدید تلویزیون به من بده، من با این کارم جبران می‌کنم. در مورد پروژه قبلی شما بنده باید بگم که زیاد چیزی راجبش نمیدونم، فقط حدس میزنم که چون شما استقبال خوبی نداشتین از طرف مخاطب، این بوده که قسط آخر شما رو نگه داشتن دیگه. البته آقای مدیر استقبال بوده، خواهر بنده خیلی دوست داشتن. من میخواستم خدمتتون عرض بکنم آقای رئیس، من الان برای این کار جدیدم که یه طرح دارم دنبال اسپانسر حامی مالی میگردم. بله. متاسفانه پیدا نکردم. بله. ولی اگه شما مساعدت بفرمایید، کمکمون بکنید، من یه کار جدید بسازم، همچین که من این کارو کلید زدم، قول میدم که اسپانسر یا همون حامی مالی رو پیدا کنم. چه مساعدت میکنیم؟ فقط من باید بگیم بودجه نداریم. یعنی واقعا شما هیچی ندارید؟ نه هیچی ندارید. هیچی. بیا کف دست من به مو داره بکن. شما دوتا فرزند دارید. من خواهش میکنم آقای رئیس، من خواهش میکنم از شما، من یه طرح جدید به مدیر قبلی دادم، خودشون یعنی به من گفتن، من یه طرح جدید آورده بودم ولی نمیدونم چرا. شما خودت میگی مدیر قبلی، من برند خودم رو میخوام. بله آقای رئیس، من یه طرح جدیدم آوردم. بله 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 بگم برای شما یه چای بیارن آروم بشین. الو بله 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 نه بودجه هست، نگران نباشی. شهرک؟ بله بله من شهرک رو هماهنگ میکنم. میخوای شهرک رو نابود کنی چجوری؟ آها این تو فیلم نامه هست. باش اگر خواستی میتونی شهرک رو خراب کنی، پول هست آبادش کنی، نگران نباشی. اونم چشم، دوتا F16 آفیش میکنم فردا، نگران نباشی. شما چقدر قیافتون آشنا هست؟ اتفاقا من همین الان به بهرام گفتم، گفتم چقدر قیافه ایشون به نظر من آشناست. نگفتم به نظر شما. منو یاد یه همخدمتی دوران خدمت هم تو سربازی میندازید. بله شما کدوم پادگان خدمت میکردید؟ پادگان جای پادگان جای جای سیمتری جای. اتفاقا دایی منم تو همون سیمتری جای خدمت میکرد. بله تو خباز خونه. برام یک خاطره باحالی دارن اینا. ببین ایشون تو خباز خونه بودن با داییم، یه روزی جوش شیرین رو برمیداره زیاد میریزه توی خمیر، آقای نونا پف میکنه اینقدر از تنور بیرون نمیاد. پدرتون چطوره؟ پدرم متاسفانه فوت کرده. خدا رحمتش کنه. البته خیلی هم راحت فوت کرده. بله آدم خوب راحت فوت میکنه. نه یعنی که آدم خوبی که بود. بله. ولی خب سر یه شوخی خیلی الکی دوستش با شوخی کرد، اینم ترسید فوت شد. به هر حال من میخونم طرح شما رو، نگران نباشید. محبت دارین. خواهش میکنم. با اجازهت. با اجازهت. ارادت دارم. بفرمایید. خدا حافظ شما. خواهش میکنم. بفرمایید. ارادت. بفرمایید. بچه‌ها بیاید.
که مردم من استراب دارم. چی شما چی شده؟ وای ناهی آقا خشایار چیزی شده؟ نه بابا ناهی بی ناهی بگو دیگه ناهی بدبخ شدم. چی شد؟ بیچاره شدم ناهی جان. چی شده؟ ای وای من ای وای من حالا اگه حرف زدی جون به لبم کردی ناهی ببین یه حالی هم که میگم کاش بلایی سر خشایار اومده بود انقدر دلم نمیسوخ انقدر پریشون نبودم میدونی چی شد؟ بر سرم چی شده؟ میدونی چی شد؟ این همسایه روبرویمون یه ذره تخمه میده گربونه تخمه خوردی تو عصبی شدی؟ آره دیگه عصبی ریختم به هم خب همسایه چی شده؟ همین واحد روبرو بنده خدا خب میخواستم مسافرم پیش دستیرم میاری ببخش گفتش که شب دخترم میاد من خونه نیستم کلیدو بده بهش الان فهمیدی؟ فهمیدم خب هیچی دیگه خشایارم که میدونی گیر بابا خشایار هیچی نشده خشایار سر ما رو گنده است خب بعدش چی شد؟ هیچی دیگه گفتم اون کلیدو بده من نمیخوام تو نگهش داری خودم نگه میدارم هیچی دیگه از بس خب بعدش چی شد میگم بچهش چیزی شد؟ ناهید بدبخ شدم بمیرم بچه کوچیکش؟ نه بابا بچهش خوبه من بدبخ شدم کلیدو ندادم به خشایار بعدش ستاره اومد وای برای ستاره اتفاقی افتاد نه ناهید من بدبخ شدم ستاره همجوری اومد خونه ما وای اینو ببین بهن از خیلی باحاله خیلیه مگه میشه چقدر قشنگه خیلی زیباست خیلی طبیعت بکر بعد ببین زیبایی رو بکن جنگل رو ببین چقدر تمیزه میبینی بعد جنگل های ما رو دیدی وای خیلی خوبه خیلی خوبه جانم من عاشق میمونه و اسبام منم همین تو خیلی میمون دوست دارم آره سوری به تحقیق چه سر چی کاری افسردگی اسبا رو چیکار کردی اون هیچی دیگه رو اون فلش است که بهت داده بودم نصفه نوشتم بقیه‌شام دادم تو کامل کنی نگفتی بهم بس کامل میدونم کامل کردی کدوم فلشه همون فلشه که بهت دادم دیگه نصفه بود تحقیق آه اون فلش خشی گم کرد گم کرد من پایان نامم روی اون فلشه بود واقعا بکاپ نداری ازش؟ بکاپ و لپتاپ داشتم پاک شد آخ ببین به هم نریزی یا این تو خونه گم شد من پیداش میکنم یعنی بگردم پیدا میشه بابا آخه تو دختر یه بکاپ نداری از پایان نامت خب چیکار کنم بکاپ نداشتم دیگه تو چرا اینقدر شلخته این؟ من چرا چی بهت میدم گم میکنی؟ ستاره این من توی پرت میکنی رو میز همین جایی چیخی رو مبخشی من اتفاقا اینقدر امانتدار خوبی هم که آخ الان گفتم امانت یادم افتاد ببین یه دقیقه بریم خونه همسایه خب کلید شده به من قضاش سپرده به من بریم به قضاش سر بزن قصه نخور بابا من پیداش میکنم پیداش میکنم برم کلید رو بردارم باش پذیرایی کن از خودت موبایلمو بده خب بیا آروم باش آروم باش کی ها حالا؟ الو، الو سلام، خوبی؟ آره آره ناهید اومد نگران هیچی نباش تو چیزی که دست نداری؟ ببین ناراحتی به خود را ندی یا الهی فداشم من نجاتت میدم میخورم کی ها حالا؟ اسیرم کرده هی میره بالا هی میاد پایین میره بالا هی میاد یه نمیزه با نور به همه چی نگاه کردم هنگاه اچه امونش نه آخ بیستم رو این پاکش کردم بی. پاکش کردم بستمه دیگه یه بسترش خوشمزه است ولی چایی نمیشه دیگه چیه تو امروز انقدر چایی لازم شدی؟ چیه تو انقدر داری به من گیر میدی سر چایی؟ بابا اصلا چایی نخوردم خب چایی لازم شدم دیگه تو قبلنا چایی نمیخوردی انقدر پس من قبلنا چی میخوردم من؟ تو اینترنت میدونی داشتم میخوندم اشخاصی که چای خیلی دوست دارن علاقه زیادی به انفجار دارن تو هم اینجوری؟ آره جوابی دیگر رفیقام خونه داشت چایی دم میکرد بعد غوری گوشه رو کتری آقا این غوری پکید یه رفه بدون اصلا یه چیزی بعد بهش کنم این احتمالا حرارت بهش خورده بوده این ترکیده بوده دیگه داغوش تمام کابینت در دیوار شلوت تو خوشحال شدی ترکیدن و انفجار بادکنک چی اونم دوست یار دیست سر اکونو اصلا خورد شده بود روزم نکن عاشق این کارام من برم یه لیوان آب بخورم تا نوبتمون نشه برو چجوری؟ چاکه
نوبت ما نشده هنوز؟ نه ولی چیزی نمونده. نفر چندم رفته؟ 87. ما نفر چندم؟ 587. 500 نفر جلو مونه؟ آره. پس کشنیم 500 نفر. سی بابا چه میدونم بیرونن کاراشون انجام بدن برگردن شاید بعضیشون هم نیان نمیدونم. به نمیخواستی آب بخوری؟ آب بخور بریم بیرون هوا بخوری و حداقل تو نوبت اون بشه. دو ساعت سه ساعت اینجاییم. ببین یه لیوان بیشتر نیست اینم به نظر دست دوم میاد سر طرف روشو در بیار الان خورشون حواسشون پرت میشه بهش بیا در بارو در بارو سر میخورم نوشی جونت تایه آبه هم نخود گذاشت و سه نفر بعدی بریم بریم بیرون من یه بطری از بقالی بخرم آب بخوریم یه سه تا لیوان نمیخوام بذارم جو از همین سرطانزا پلاستیکی ها چنده مگه؟ لیوانو ولش کن آبه چقدر داغ بود چیه بابا؟ اون هم آب سرد داره هم گرم داره چه اسمش آب سرد کنه؟ چه میدونم برو از خودشون بپرس چی شو؟ چی شو؟ چی چایی لازم شده؟ نه کیفمو زدن کیف تو؟ آره. کی زد تو بانک زدن؟ نه بیرون بانک زدن روی تاکسی داره زد تاکسی داره زد کیفو گوشیم رو صندوق عقب تاکسی برداشت کیف منو آره خب کیف مشکی منو خب تو حواست بود تو برش می‌داشتی خب گوشش رو صندوق عقب تاکسی تو حواست بود برمی‌داری می‌بری دیگه هی میگی بده دست من بده دست من دستم خالی نباشه این بود چیکارش بکنم خب حواسم پرت شد یا اونجا بریم شاید گیرش اون از شرک بیرون نرفته باشه دست نذار روی دلم آی دلم خونه من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه این زمستونم میاد و میره بهار میاد و خونه رو میفکونه الهی خندمون اسیر غم نشه سفره دلمون الهی جمع نشه وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه خدا همون لحظه دل تنگ بندشه من به یادت تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم میبازم من کنارت تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم میبازم غم نشه سفره دلمون الهی جمع نشه وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه خدا همون لحظه دل تنگ بند نشه من به یادت تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم میبازم من کنارت تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم